در برنامه های قبل توضیح دادیم که نظریه داروین نظریه‌ای بود که از عزیز نصفی برداشت و در اون نظریه اثبات کردیم که در کره زمین دو گونه انسان وجود داره، انسان هایی که حیوانند و انسان هایی که انسانند. یعنی تویی که این برنامه رو نگاه میکنی ممکنه متولد شده باشی از شکم مادری که حیوان بوده، سر سفرتون برادر حیوانت در کنار خواهر انسانت و در بچه حیوان آیندت نشستی و داری غذا میخوری. در برنامه های قبل توضیح دادیم که تعداد کرات زمین در جهان هستی مافوق تصورات شماست، یعنی همین کره زمینی که ما داریم توش زندگی میکنیم، این همین کره زمین میلیاردها میلیارد کره زمین هست و داخل هر کره زمینی بشر یا از ما پیشرفته تر است که شما بهش میگین فرازمینی و یا بشر از ما عقب تر است که شما بهش میگید هنوز به طوفان نوح نرسیدن. اما راز مهم این قضیه اینه که سوفیسمی که الان در کره زمین تو هست در تمام کرات کره زمین جهان هستی هست. تو موضوع رو نفهمیدی، یکی هستی ولی چندین هزاری. مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی، حافظ، خیام، سعدی، نیچه، بزرگان تاریخ علم و دانش و عرفان و تصوف بارها به زبان مهربانانه یا خشمگینانه به تو فهموندن اما تو نفهمیدی. آنها هیچ وقت دروغ نمیگویند و حیواناتی که در کره زمین وزیر شدن و حکومت دارن و دین درست کردن و خاخام و کشیش و موبد زرتشتی و آخوند شدن، تمام تلاششون رو میخوان بکنن که دو موضوع رو نفهمی. یکی این که صوفی حرف مفت نمیزنه، صوفی بالاتر و پایین تر از خودش هم ایشا حرف نمیزنه، صوفی هر آن چیزی که میبینه میگه، نه اندکی بیش و نه اندکی کم. خدا را در کدام کره زمین میتوان یافت؟ عمر انسانها در کرات دیگر چند سال است؟ ستاره نوترونی، قانون سوم ترمودینامیک، حالت سوم نور چه تأثیری در زندگی من و تو دارد؟ خوش آمدید به برنامه علمی عرفانی ریستارت. Welcome to 182 برنامه. Welcome my friend. در دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم فرد سوی تو. در برنامه‌های قبل توضیح دادیم که هنگامی که
مادری بچه دار میشه، در شکم و در رحم مادر سلولهای بچه ها ساخته میشه. و در برنامه های قبل توضیح دادیم که دو گونه سلول ساخته میشه، یعنی دو گونه آدم تولید میشه. یعنی جدول مندلیوف عنصرهایی داره که در یکی از این بچه ها وجود داره، در بچه بعدی وجود نداره. یعنی از شکم مادر کلن دو موجود میاد بیرون، یا حیوانه یا انسانه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر مادر شما حیوان زاییده باشه، متاسفانه در رحمش جسم برزخی بعد از مرگ تو رو نساخته. حالا تو هی نماز بخون، حالا تو هی روزه بگیر، حالا تو هی خمس بده، حالا تو هی زکات بده، حالا تو فکر کن آدم خوبی هستی، شاتلی نساخته که بری بالا. این نمیفهمی. یعنی مادرهایی که دارن بچه دار میشن نمیدونن چجوری بچه دارشن، کدوم شب بچه دارشن، با چه تفکری بچه دارشن، چگونه سلولهاشون حرکت بدن، چگونه انسان تولید کنن. همه مادرهای کره زمین کلا یه چیز فهمیدن، زرتی بچه دارشن. در هر برنامه راجب ابولهب توضیح میدم. ابولهب یکی از در این برنامه یه ورژن دیگه از ابولهب رو توضیح میدم. ابولهب یکی از بهترین آدمهایی بود که عموی محمد ابن عبدالله بود. آدم بسیار خوبی هم بود، بسیار آدم خوبی بود. یه روز که چند نفر نشسته بودن، ابولهب میدونست که بهشتیه دیگه، خیلی کارهای بزرگ کرده بود، خیلی خدمت به محمد کرده بود، برای یه سارتی اون دوره خیلی خدمت کرده. همینطور که نشسته بود، محمد من یه سوال دارم یا رسول الله. محمد هم نمیگفتن دیگه، وزیر و پادشاه نیست که اسم کوچیک کنید تو باید صدا کنید، محمد ابن عبدالله دیگه. و قرآن ببخشید اون دنیا رتبه من کجاست، مثلا درجم چی، میتونم آیا بفهمم که مثلا در کدوم طبقه هستم، در کدام طبقه تفکر و اندیشه و خرد هستم؟ چون بهشت هفت طبقه نیست، خرد و اندیشه هفت طبقه است و هر طبقه میلیاردها طبقه است. سوش محمد گفتش که بعدن صحبت بکنی. گفت نه خیلی دوست دارم بدونم. گفت تو اصلا بالا نمیری. ابولهب گفت شوخی میکنی؟ شوخی میکنی قربان؟ گفت نه عزیزم، شما اصلا نمیتونی بالا بری. گفت چرا؟ من یه کار بدی کردم، این همه خدمت کردم قبل از اینکه اسلام شما بیاد، که به مردم پول دادم، کمک کردم، تو هم که اومدی همیشه دستبوست بودم، بغلت بودم، هر کاری فرمان دادی انجام دادم. عمو جان گفت درست. گفت مگه آدم بدی هم؟ گفت اصلا. گفت پس چرا نمیرم بالا؟ گفت برای اینکه مادر شما جسم برزخی، جسم بعد از مرگتو نساخته، روح که میاد بیرون میره، روح نمیتونه بره اون تو، تو حیوان زایده شدی عمو و حیوان میمیری. خیلی ناراحت شد اولا، بقیه هم ناراحت شدن چون خیلی دوستش داشتن. گفت آیا تو هم من نمیتونی نجات بدی؟ تو نمیتونی عمو جان نجات بدی منو؟ گفت چرا میتونم، تنها راه نجات ریستارت میشه. فردا آیه اومد، ای محمد. گفت بله. گفت تبت یدها ابی لهب و تب. هم عمو تو دهنش سرویس میدین، هم خانمشه، هیچ کدوم بالا نمیرن. محمد سراسیمه شد. بعد این بدبختی محمد اینی که هر وقت که حرف زده، هر چی هم که به ضررش بوده زده دیگه. یعنی یه زمانی محمد 9 تا 10 تا زن داشت، آیه اومد که 4 تا زن بیشتر نداشته باشی، محمد نمیخواست بگه 9 تا زن داشت. ریستارت باید بگی، هر چی میگم باید بگی دیگه. ما بله فرمان اومده که 4 تا بعد داشته باشی، من 9 تا دارم، نمیدونم چیکار کنم. قهر کرد رو یه گوشه تا جواب بیاد، 9 تا نمیدونم چیکار کنه، که آیه پشتش اومده که هر کی دل بخواد نگرده، هر کی میخواد بنز بیرون. خیلی نکته مهمی ها، هر کی میخواد نگرده، هر کی میخواد بنز بیرون. این زیر حقوق بشر از این سوال. زدت خودش حرف زد. محمد گفت آقا آیه اومده که هم تو دهنت سرویس، هم خانومت، و نابود شدیم. اما اینجا یه چیزی رو ابولهب نمیدونست.
نمیدونست که محمد آدمی نیست که بتونه حیوان رو به انسان تبدیل کنه، چون هنوز اجازه نداشته، رسول بوده. اگر ابو لهب یه ذره صبر میکرد چند سال بعد، محمد میتونست از حیوانی به انسان تبدیلش کنه. ولی ابو لهب صبر نکرد، عجله کرد و همین عجله موجب شد که جهنمی شد. این میگن نعل وارونه. نعل وارونه رو هنوز نفهمیدی یعنی چی؟ یعنی این که یعنی محمد ابن عبدالله 8 تا 10 تا 7 تا هیچ کدوم نشد. گفت کسی که حمزه رو کشته اون برده سیاه وحشی رو که به دستور هند جگرخوار شکم جناب آقای حمزه رو پاره کرد، گفت میکشمش. وحشی رو سر انداخت، سرش اومد جلوی محمد نشست، ایمان آورد، گفت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد گفت الان من مسلمان شدم. گفت بله عزیزم. گفت این روسری رو، این دستا رو برداشت. گفت تو بودی؟ گفت آره. این نگاه که به ایلیا ابن عمران کجا میخندید. یاد آیه قرآنش افتاد محمد، که این محمد تو چی کاره ای که کسی رو نجات بدی یا ندی؟ ناجی اون وحشی ایلیا ابن عمران بود که اون بغل با رندی اینجوری نگاهش میکرد، یعنی به محمد فهمون تو هیچ کاره ای، تعیین کننده این که این بره تو بهش یا من، نه منم. که محمد گفت برو دیگه نبینمت، و اگر ببینمت من که نه، این رو یه سارتی ها ببینن میکشند. چندین حرف زد نشد، آخرین حرف این بود که فتح مکه است، محمد ریستارتی ها رو وردار برو رژیم عوض میشه امسال، تشریف ببرد. اینا همه شون رو افتاد. سلمان اومد گفت قربان ببخشید جسارتن، فرمانده ارتش اومد گفت قربان ببخشید جسارتن، شما اگه مطمئنید ما بریم اینا نزنن اونجا ما رو بکشن، چون شما فرمودید دیشب من شنیدم که میگید اسلحه نبریم، شمشیر با خودمون نبریم. گفت بله. اونو عمده میکنم ما رو میکشن. گفت نه خدا گفته. گفت پس مطمئن باشیم دیگه، شما حتی حد شما گفتی تا حالا شده، ولی مطمئن باشیم میریم تموم میشه. گفت بله تموم. آقا هم خواب دیدم هم گفته، هم دستور اومده مستقیم دستور بفرمید رژیم عوض میشه. رفتن رژیم عوض نشد. از طرف ابو سفیان اومدن نشستن گفتن بنویس. چی نوشتی؟ گفت محمد رسول الله. گفت محمد رسول الله؟ اگه من قبول داشتم محمد رسول خداست که باش اینجوری برخورد نمی کردم، اگه بدونستم که این ریسارد از طرف صوفیست میگه اینجوری برخورد نمی کردم که صفحات توییترش نیبستم، که اینستاگرامش نیبستم، که قبول ندارم. و چی بنویسیم؟ گفت بنویس محمد عبدالله و ابو سفیان فدا. ایلیا ابن عمران ننوشت، ولی خلاصه نوشت، حالا کاری به این نداریم. اومدم بیرون، ریسارتی ها اینجوری بودن. چی شد؟ گفتن نمیتونیم بریم مکه، رژیم عوض نمیشه، برگرد. مگه نگفت خواب دیدم؟ بله. مگه نگفت گاد گفته؟ بله. مگه نگفت فتح مکه است؟ بله. بدون شمشیر تا اینجا ما رو آورده؟ بله. رژیم عوض نمیشه؟ نه. محمد خودش اومده بیرون اینجوری وایساده بود فکر میکرد. 70% از ریستارتی ها رفتن. به این میگن نعل وارونه، قربان شدن. از 100% ریستارتی ها 70% رفتن. یارو گفت ما رو مسخره کرده، 20 سال جنگیدیم، کدوم گاد؟ اگه گاده که یه چیزی گفته میشه، خودش میگه کن فیکن. مسخره کردن ما رو، همش دروغ بود. رفتن. 30% موندن. از این 1000 نفری که موندن 400-500 داشتن دوباره رفتن. یعنی قبول کردن، گفتن هرچی محمد گفته تالا شده و ما گوش میکنیم. ولی تو تا بریم دیگه، بریم سراغ دانه بچه ما. قربان بعد بریم. قربان هم میتونیم بریم، بریم دیگه. بی احترامی کردن به نوعی، به جایی که وایسن همه با هم برن تو رفتن. 400-500 نفر موندن. وقتی قشنگ غربال شدن
محمد گفت برید زیر اون درخت به صف وایسید. گفتن چی شده؟ گفت فرمان جدید اومد. گفت چیه؟ گفت از امروز شما دیگه مؤمنین. گفت پس بقیه چی هنگ؟ اونا که هویج بودن، این ریستارتی هم که بی اعتراض میکردن رفتن، همه مسلمن. که بعد آیه اومد شما مسلمانید، مؤمن نیستید. یعنی محمد اجازه پیدا کرد که شیخی بشه که با چراغ به چرخ گرد شهر از دیو و دد ملول و انسان هم آرزوست. دوباره مورد اونجا بیعت کرد. آیه قرآن خود این مسلمان هم میگه ید الله فوق ایدیم، هر کی زیر اون درخت با محمد بیعت کرد دست خدا بالا سرش، نجات پیدا کردن. یا 400-500 نفر شدن ریستارتی مؤمن. مؤمن از اینجا با مسلم متفاوت شد. لقب ابوبکر صدیق دوباره تکرار شد. به عمر لقب جدیدی داده شد به نام فاروق. عمر موند، عمر اون تو بود. به این میگن نعل وارونه. یعنی سه نفر رفتن پیش محمد گفتن قربان آیا ما هم حیوانیم یا انسانیم؟ شما چه مقامتون با ما چه فرقی؟ گفت انا بشرم مثل تو، من مثل شما. این سه تا رفتن بیرون، این سه تا شانسی انسان بودن، رفتن بیرون به حیوانای بیرون گفتن که محمد شبیه مایم، همه با هم شبیهیم. راستی که اون بیرون همه حیوان بودن، انا بشرم مثل تو به بیرون هیچ ربطی نداشت. جمله رو به کی میگه؟ این تمام توصیفا رو دارم میکنم که این مطلب رو بفهمونم کلا. یک فقط با ریستارتیا حرف میزنن، زنا نکنین. موسی به کی گفت بری استارتیا؟ تهمت نزنین، غیبت نکنین، به کی گفت بری استارتیا؟ قتل نکنین، به کی گفت بری استارتیا؟ اصلا راجع مردم فکر نکرده. پس این فرمان ها همش من روی استارتیا هست. میخوام چی بگم الان میفهمید دوشاش. و داستان عمر کلمش نوشت فاروق، مای فرند. لقب عمر با ابوبکر متفاوته. فاروق، فاروق یعنی جدا کننده حق و باطل. این چه حرف مفتی که شیعیان میزنن، میگن علی جدا کننده حق و باطل بوده. علی هم حق بوده هم باطل، اصلا جدا کننده نبوده. علی آن چروپ و چروپ توش بوده، جهان هستی توش بوده. حرفا رو گوش نمی کنی. یعنی وسط جنگ، وسط اتفاقات مهم، یک لقب به یک شخص دادن که همه اینجوری نگاه میکردن. فاروق یعنی جدا کننده حق از باطل. و همین اتفاق هم افتاد. یعنی محمد از دنیا رفت، عمر اولین کسانی بود که به ایلیا ابن عمران ایمان آورد و ابوبکر، و شد فاروق. گفتن سوفیسم اینه؟ گفتن برگوی خیلی شوخی میکنه، اصلا قیافش سوفیست نمیاد. ایلیا ابن عمران، علی ابن ابی طالب قیافش سوفیست نمیاد. گفتن سوفیست نمیاد. ریاستی ها شدن درگیر شدن. عمر با عمر درگیر شدن. عمر شد خط مرزی بین تمام کسانی که به عمر فحش دادن. یکی از کسانی که با عمر درگیر بود ابوذر غفاری بود. اینم اسراری که داریم تو این برنامه دوباره میگیم. ابوذر غفاری تا آخرین لحظه به عمر توهین کرد، آخرم تبعیدش کردن به شهری که باید تبعیدش میکردن، یعنی به زادگاه جاهلیتش. چون ابوذر غفاری هیچ وقت نتونست عمر رو به عنوان یک صوفی قبول کنه. رفت اونجا لحظه مرگش نجاتش دادن. پس تمام سنیایی که از ابوبکر و عمر قلوف میکنن همه جهنمیان، حرفی که عزیزالدین نصفی داره میزنه. تمام شیعیانی که به عمر تعالا فحش دادن، عمر اصلا لقبش فاروقه، یعنی خط بین این که هر کی بهش فحش داد جهنمیه، هر کی بهش فحش داد بهشتیه. فاصله دو سوفیسم بهش میگن نعل وارونه. یعنی چی؟ یعنی سوفیسم کسی میشه که ریستارتی ها غربال میشن. از اون روز باید بترسیم. برده دانشمندی رو در اون تاریخ کرد به نام ابو فضل،
دوران محمد ابن عبدالله ابو فضل تبدیل شد به ابو جهل. یعنی یک عارف حیوان مرد. اینا خطهای مرزی نعل وارون است. بهش میگن غربال. هیچ راه نجاتی برات نمیذاره. چرا؟ برای اینکه سوفیسم، تو ریسار توضیح دادم، سوفیسم ها وقتی که سوفیسم میشن معصوم میشن، قبلش معصوم نیستن. موسی دختربازی کرد، مشروب خورد، قتلم کرد، یعنی دیگه هی آخریدم کرد، همه کاری کرد. فرمان اومد که موسی سوفیسم. کسی ایمان نمی آورد. یهودی هاتون چی میگی؟ کسی قیافش نمی خواه. اصلا نقطه زبون داره، اصلا نمیتونه، اصلا همه چی غلط خلو بود، حرف نمیتونه بزنه. بعد این همه کار کرده. آقا ما سند داریم، عکس داریم، عکس سکسی داریم ازش. مثلا بله، من نمیدونم چرا من انتخاب دادم، واقعا نمیدونم. مثلا شدی؟ کسی ایمان نمی آورد بهش. چرا؟ چون اونجا معصوم شد. پس سوفیسم، حالا اینا همه ربط داره پایان جهان، جهان رو سوفیسم میچرخه. قطب باید عالم افلاک رو، محوری باید ستون خاک رو. این جهان هستی ستون میخواد. مولوی میگه این آدم است و تو نمیدونی این کیه. جهان رو این آدم میچرخه. این آدم وقتی میره، آدم بعدی میاد، غربال ریستارتی هست. یه سری ریستارتی ها به حیوان تبدیل میشن، یه سری ریستارتی ها یه جدید میان جای اینا رو بر میکنن. و انقدر مرز خطرناک. در برنامه قبلم توضیح دیدیم که چهار خر وقتی خرد جمعیشونو بذارن رو همدیگه، نتیجهش یه خر جدیده، یه فکر خریت جدیده. قانون اساسی رو باید خردمند بنویسه. امروز میخوام رازی رو فاش کنیم برای شما ریستارتی ها، تا یواش یواش یه سری موضوعات این وسط بفهمید. یعنی الان من میخوام با یه بیت شعر ثابت کنم قانون اساسی دوره خمینی غلط بود. 57 58، سال 68 هر کی قانون اساسی نوشت غلط بود، احمق بود. قانون اساسی دوره محمد رضا شاه غلط بود. قانون اساسی دوره رضا شاه غلط بود. دوره مشروطه قانون اساسی غلط بود. دوره قاجار غلط بود. دوره نادرشاه غلط بود. همینطور بریم عقب غلط بود. یعنی تمام قانون‌های اساسی که برای کشورتون نوشتن، حالا بعضی قانون اساسی ها 50% خوب بوده، 25% بد بوده، 60% خوب بوده، 40% بد بوده، همینطور به ترتیب بوده. ولی قانون اساسی نبوده. قانون اساسی را خردمند بنویسه. چرا زیر سوال بوده این قانون اساسی؟ برای اینکه تو این بیت مولوی خلاصه قانون اساسیه که ریستارتی رو باید بدونن. پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. آقا سیدی ما تو این بیت از قانون اساسی نیفهمیم. کجاش قانون اساسیه؟ پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. قانون اساسی یعنی همین. یعنی راست و همیه بیته. یعنی این همه حرف زدم که اینو بگم، سوفیسم قبلی گفته هر کی گوشت شتر بخوره ترتیبشو بدید، حرامه، پدرشو درارید. سوفیسم بعدی گفته بخورید. سوفیسم قبل از محمد ابن عبدالله میگفت اگه مشروب داریم شب بیاریم بخوریم با هم. سوفیسم قبلی محمد برادر مشروب، همه مشروب میخوره اون موقع. سوفیسم بعدی اومد گفت هر کی مشروب بخوره آقا مشکل داره. این یعنی چی؟ یعنی ریستارتی هایی که توی 50 سال زنده اند و 3 تا سوفیسم یهو عوض میشه، 3 تا قانون جدید میاد. و چطوری شما شریعت دینی رو میخوای قانون اساسی کنی؟ پس به هر دوری ولی قائم است، یعنی نمیتونیم حکومت دینی تشکیل بدی. هیچ وقت نمیتونی.
یعنی شما نمیتونید تو قانون اساسی بنویسیم گوشت خوک حرام است بر اساس دین اسلام یا دین یهود یا دین مسیح یا هر دینی. این راز چرا؟ چون قانون اساسی تصوف عرفان با هر سوفیسمی عوض میشه. سوفیسم قبلی یا چیزی میگه، میگه مرگ بر این رژیم فرعون. سوفیسم بعدی میگه درود بر این رژیم فرعون. کدوم قانون اساسی؟ اون وقت میان راجع به اعدام حرف میزنن چارت حیوان در حقوق بشر. هر سوفیسمی که میاد قانون تصوف عوض میشه، قانون عرفان عوض میشه. ریه سارتیایی که انسانان همه مطمئنن میرن اون بالا، یه عده‌شون نمیرن، بازی رو میبازن. اون وقت تو اومدی جمهوری اسلامی تشکیل میدی بر اساس دین قانونی مینویسی که 1400 سال پیشه. پس این یک سندیست که نشون میده قانون اساسی رو بر اساس حیوان‌ها باید نوشت. یعنی یک بشر، یک خردمند قانون اساسی میده بیرون که حیوانات هم استفاده کنن. من تو قانون اساسی نمیتونم حجاب رو بذارم. چرا؟ من واقعا نمیتونم شلوار سر سگا کنم، تمام ملخ‌ها رو نمیتونم دونه دونه شورت پاشون کنم. اینا همه با هم سکس میکنن هر روز، چیکار کنم؟ این هم میلیارد مورچه رو بده هی لاستیکی تنشون کنم؟ پیرانت پیرانت پایین خانم ملخه آب روشم زده. نمیتونم. بشر 7 میلیارد اکثر هم حیوانن. من که بشر باشم، خردمند باشم، باید قانونی بنویسم که راجع به این بنویسم. این بدبخت اون دنیا هم نداره، چرا این دنیا حال نکنه؟ چرا این سگه رو نفسم غذا بخوره لذت ببره؟ چرا به توتیه بهترین غذا رو ندم؟ این قانون اساسی خردمند، قانون اساسی که اکثر هم لا یعقلون، لا یشعرون، لا یفهمون، بر اساس اونها باید نوشته شه و بر اساس قوانین حقوق بشری. پس قانون اساسی چی میخواد بنویسی؟ الان دوره مشروطه نصف قانونش توش اسلامه. در آلمان دموکرات مسیحی، همین بزغاله‌ای که الان صدر اعظم آلمانه، مال حزب دموکرات مسیحیه. طبق قانون ما، طبق قانون امپراتوری کوروش، هر دوری ولی قائم است. پس قانون اساسی رو نمیشه به دموکرات مسیحی نوشت. نمیتونه اساسی نمیتونه قانون بنویسه، اصلا حزب نمیتونه تشکیل بده، جمهوری اسلامی نمیتونه حزب تشکیل بده، جمهوری یهودی نمیتونه حزب تشکیل بده، نمیتونه حزب تشکیل بده که چون بعد این قانون اساسی رو اثر بذاره روش. یعنی چند نفر میخوان بشن قانون اساسی بنویسن، شما دین چی؟ من مسلمان بفهمیشون. شما دین چی؟ من بی خودم. شما بفهمیشون. من چرا بی خودم؟ ما اصلا تفاوتون با بی خدا با خدا چیه؟ بی با خداها میگن خدا هست، میگیم کو. برو تو خیالت میبینی، میگیم کو خدا نشون بده. پس دیندارا میگه خدا هست، میگیم کو. بی دینه میگه خدا نیست، میگیم اگه توی ستاره نوتری ال کش باشه چی؟ رفتی؟ میگه نه. میگم شاید اونجا باشه. اصلا در مورد ما این دوتا ابله ها اینه. اون میگه خدا هست، میگیم کو. این میگه خدا نیست، میگیم اگه بود چی؟ ما چی میگیم؟ میگیم همیدانم که نمیدانم. اصلا این سه تا گروه جهان دعواشون، ریستارتی و بقیه گروه ها، سر اینه. میدونم منتظرت که ببینیم که چه رابطه هایی در بین این تفکرات تصوفی وجود داره. پس نمبر وان اول مرور میکنیم. هرچی صوفیست میگه یا هرچی صوفی میگه با ریستارتی هست. دو، سوفیست دروغ نمیگه. هیچ کدوم مرز دروغ نداره. مثلا یه مثال ساده بزنم. جناب آقای محمد ابن عبدالله خاتم النبی، حدیث داره، خود این آخوندا خوندن، خود بچهای بسیج و سپاه میدونه. تو این چی گفته؟ گفته من پیغمبر بودم،
زمانی که داشتن گل حضرت آدم رو میسرشتن. همیشه زفتیده سوال. پس نمبر وان محمد پسر عبدالله بوده، چطوری آدم، همه بنی آدم اعضا، همه بنی آدمیم، پس آدم بچه دار شده، این بچه دار شده، این بچه دار شده، این بچه دار شده، محمد رسیده به عبدالله، محمد زایده شده. محمد میگه قبل از اینکه این بخواد گلشو بزنن درست کنن، من اونجا بودم، من پیغمبر بودم. نمبر وان پیغمبر کیا بوده؟ نمبر تو تولد رفت زیر سوال. بس محمد باباش عبدالله نیست. مگه شما نمیگن محمد قبول دارم؟ ما میگیم محمد قبول داریم دیگه، هرچی محمد بگه اوکیه. محمد میگه من گل آدمم که داشتم میسرشتم، من پیغمبر بودم، دروغم نگفته. آیا محمد گفت من خالق جهان هستی هم؟ نه. مشکلی داره بینم من دقیقا همینجا شروع میشه. یعنی محمد در دوره صوفیسمش اعلام کرد که من پیامبر خدام، جبرئیل اومده، من با خدا رابطه با توسط جبرئیل دارم. ایلیا ابن عمران اومد گفت من خالق آسمان ها منم، خالق جهان منم. یارو قاطی کرده بود از زهر. یارو میگفت چی میگی شما آقا؟ ریه سارتی ها قاطی کردن، مردم رو منش کردن، مردم که این با وسط داستان نبودن که. یارو برنش سوال کرد گفت من این جهان چجوری آفریده شده؟ گفت من روزی که آفریدم جهان رو از اینجوری فضای بیگ بنگی، گفتن ببخشید بغلی، گفت ببخشید من گفت من آفریدم؟ گفت نمیدونم. قربان ببخشید چه کسی جهان را آفریده؟ ریستارتی تو صف میتونه دست بالا میگه. ایلا گفت من آفریدم. در اون زمان آقا اجازه بدید. حالا تو توضیح میدی گوش نمیکردن دیگه، دیشی گوش نمیکردن. بعدی گفت آقا جسدان بخشید رسول الله گفتش که من پیغمبرم یعنی پیغمبر آفریده بوده. گفت پیغمبر تو کاری نکرده. پیغمبر تا اون طبقه ای که جبرئیل برد بقیهش من بردمش. اصلا بلد نبود جبرئیل که نمیدونست بیاد، من بردمش. گفت شما بردی محمد به جبرئیل بردی معراج؟ بله من بهش قضا دادم، من باش حرف زدم. خودت بذار بیاد خفیش رو گوش کن. الان الان برو اون دوران، رسول الله اومده، همه با شورتک دارن میتونن شمشیر این میزنن، این همه قیام، این همه اپوزیسیون تشکیل داده، اپوزیسیون یه سال فضا ریخته به هم، مرده، همه به عنوان رسول الله احترام گذاشتن. صوفیس به بعدی اومده میگه من خدام دیگه، فقط مونده بود بگه خدا رو نمیدونم، نایدم دا الان کجا بوده. یعنی فقط کافی بود ایلیه رو میگه من نمیدونم خدا کجاست. گفتین اسمش چی بود؟ خدا؟ نمیدونم کجاست. بله ما کمکان به ایلیه ابن عمران ایمان داریم. شیعه رو خفه شو. تو همین الان صوفیس میگه من با رابطه دارم به جهان، میگه این قیافه صوفیسمه؟ این قیافه رابطه داره؟ و تو انگار با اسقالیف میگه اون موقع ابوذر که یار محمد ابن عبدالله بود شک داشت به ایلیا ابن عمران، داشت جهنمی میمرد. چی رو ایمان داری؟ کدوم ایمان؟ اون همه تو جنگ بودن، ایمان زیر اون درخت بسته شد. داری فیلم سکسی خیالی میبینی برای خودت، داستانهای سکسی خیالی. یه چش تو ابرو کشیدی برای خودت، اسمش گوشی محمد، اینجوری بوده محمد، لبخند می‌زد. چش تو ابرو اخمو این علی بوده، توپل بوده علی بوده. یه شکل کشیدی و هی سجده می‌کنی. پس محمد میگه دروغم نمیگه، نمیگه من خالق آسمانم، نمیگه من کاری کردم، میگه پیغمبر بودم. علی میگه من جهان آفریدم. حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتن و به پیمانه زدن. دیدم، نمیگه من خالق آسمانم، نمیگه من پیغمبری بودم که محمد، نمیگه من گل براشون دادم به خدا بزنه، میگه من دیدم، من دوش دیدم، دیشبم دیدم، یعنی تو خواب رفتم و دیدم صحنه رو از اول. مولوی چی میگه؟ میگه عالم نبود و من بودم.
این دم نبود و من بودم، من خالق اسماستم. گفت خالق عرضم؟ نه. من خالق جبرئیلم؟ نه. گفت من خالق عرشم؟ نه. دروغ نگفت. چند نفر آسمونا رو معماری کردن، یک آقای مولوی بوده در معماری شرکت داشت. کجا بوده؟ پس این سوفیسم کیه؟ اینا سوال عمیقه. این سوفیسمی که الان در کره زمین در 2021 داره سوفیسم میکنه برای این کره زمین، 25 میلیارد سال پیش در اون کره زمین سوفیسمی کرده و 25 میلیارد سال بعد سوفیسمی میکنه. این سوفیسم یک سوفیسمی ولی چندین هزاری دلیل از این روشنتر نداری. یعنی صوفی که تو این کره زمینه این همینه آقا حسینی، با همین ریشه، با همین سیبیله، با همین گوشه، با همین گوشه. اینه مولوی داره رازشو میگه. تمام این کارهایی که سیاست مدار دارن بازی میکنن این فول خودش داره میده. این کرات زمین در فضای موازی دارن حرکت میکنن. جهان هستی و کرات زمین در این حباب با حباب بعدی سرعتشون متفاوته. انسان‌هایی که در کره زمین دو حباب اونورترن در جایی دارن زندگی میکنن که طبقه یکشون تو ستارهای نوترونی توضیح دادم 100 سال عمر میکنن، ولی طبقه 20ش 25 میلیارد سال داره زندگی میکنه. زندگی میکنه یعنی 25 میلیارد سال جمهوری اسلامی حاکمه. هی حاکمه، داره ناخون میکشه. این قیافه هایی که میبینی توی سفینه پیدا میکنن و اینا میگن ما اینا رو پیدا کردیم، اینا بشر نیستن، یادت باشه. اینا ربات های بشرن. یعنی اون موجودات، بشرها در فلان کره زمین موجودی ساختن که مثل آدم ها ربات هن، حرکت میکنن. چون اینا نباید هم نمیدونن کجا داره میره که تو فضای هستی که یه جا هوا هست، یه جا هوا نیست، یه جا اشعه هست، چیز فلان هست. مثلا در برابر اینکه اینو بدونید بگم که بعد شروع کنیم به موضوع. ببینید مثلا ما در چهارشنبه سوری میگیم از روی آتش باید بپریم، درسته؟ مفهوم بسیار مهمیه. در شکم مادر که انسان داره تولید میشه سلول هایی از دوره تناوبی وجود داره که از جدول مندلیوف که آتش رو نمیتونه توش نفوذ کنه. یعنی حسینی وقتی که انسان باشه و در شکم مادر داره ساخته شدن هست، علاوه بر این که داره جسم الانش ساخته میشه، جسم دنیای بعدش ساخته میشه، جسم برزخیش داره ساخته میشه، جسمی داره ازش ساخته میشه که پل سراتی که این شاسکولا میگن از رو آتش قرار رد چه علمیه. یعنی این یارو جسمش طوریه که رد میشه دیگه، بعدی رد نمیشه، میمیره. یعنی این سلول هم داره تو بدن همین مامان شما وساخته میشه که در جریان نیستی. برای همین در چهارشنبه سوری که روز عرفان و تصوف است، ما قرار آتیش روشن کنیم، روش بپریم، ولی شرط داره. یعنی همه پشت این آتیشه که در عرضم روز شما چهارشنبه سوری روشن میکنیم، باید وایسی چشاته ببندی. این پل سراته، بهت میگن آقا این آتیش ابراهیم زرتشت که زرتشت انتان تو آتیش ولی سلامت اومد بیرون. چشاتو ببند، به پدر خانواده ویستدن میگه چشاتو ببند، آیا امسال آدم خوبی بودی؟ آیا از روی این آتیش رد میشی؟ آیا اگه این آتیش رد چی سالم میمونی؟ آیا مطمئنی آدم خوبی هستی؟ آیا حیوانی فکر میکنی یا بشری؟ حشره؟ چی؟ چشاتو ببند فکر کن، اگه جرأت داری رد شو.
جرأت داری بپر. اگر پریدی از آتش 5000 متر که سوزانه، آره الان کوچولوه میپری. آره چی؟ برای کوچولوها درست کردن، چون بچه ها پاکن میگن بپری، حالا حیوان باشه، انسان باشه، گربه باشه، خر باشه، سال هر سالی باشه، میگن بپری. اینو برای اون کوچولوهاست، بزرگاش چند هزار، چند صد متره، 30 متر آتیشه، 300 متر آتیشه، 3000 متر آتیش میتونه باشه، 3,000,000 متر آتیش میتونه باشه. وایسا رد شو، جرأت نداری رد شی. که هندی ها میبینی که از روی آتیش رد میشن، همه رو از روی چهارشنبه سوری ما دزدیدن. پس چهارشنبه سوری یعنی آتیش رو روشن میکنیم، درسته آتیش کوچیکه، برای یارد بشه اینو گندش کن، میلیاردها برابر این آتیش سوزانه. وایسا، کی داره رد میشه؟ رد میشی سالم رد میشی. اگه سالم رد شدی، رو کن به آتیش با شجاعت، بگو سرخی تو از من، زردی و کثافت و بیماری من از تو. به سلامت رد شو. نماد این روز چهارشنبه سوری، من ما در امپراتوری کوروش از شب قبل از یک روز قبل از چهارشنبه سوری تعطیل میکنیم تا 6 فروردین. ما برعکسیم، تا 13 فروردین هم تعطیل خواهد. براستی امروز میلاد امام زمان شیعیانه، همین امروز داریم ضبط میکنیم، امروز روز میلاد امام زمان، امام زمانه، ه داره دیگه تو عربی دیگه، یعنی امام زمان شما. و در آیه خودشون میگه منکم، من میفرستم آدم، پیغمبر، رسول، از شما، منکم، از خودتون. منکم میانه چی که این هم متاسفانه شاید عربی زیاد خوب نباشه نفهمی و توضیح بدم. منکم یعنی این که میگه که کی میخواد رئیس جمهور شه، میگه منکم، از خودتون انتخاب کنید. منکم یعنی مردمی که از خودشونن، هم موقعن. منکم یعنی از خودتون انتخاب کنید. محمد الان تو خود ما نیست اصلا. اینا که دنبال محمده، محمد که خدا بیامرزه تا آدم بزرگوار تموم شد و رفت و بالا بود و بالا رفت. میگه من پیغمبر برات میفرستم از منکم، از خودت. منکم، از خودتون. منکم. اصلا امام زمان اوکی 1600 پیش بوده، 255 هجری قمری متولد شده و اینا، اوکی همه شما چی شما میگوید قبول دارم. الان منکمه، از تو شماست. پیغمبر از منکم. هر زمان پیغمبر وجود داره. در برنامه بعد توضیح کامل واضحات خواهیم داد. هر دوره پیغمبر وجود داره، هر دوره صوفیسم وجود داره، هر دوره رسول وجود داره، همین الان رسول داره، همین الان صوفیسم داره، همین الان صوفی داره، همین الان پیغمبر داره، همین الان امام زمان داره. امام زمانه، هر کی امام زمان نهشو نشناسه نابوده او بر. حالا دوست دارید که ما به شما تبریک بگیم میلاد با سعادت امام زمان نهتو؟ چشم، امام زمان نهتون رو تبریک میگیم. اما اون امام زمان به ما هیچ ارتباطی نداره. مرسی که مرمار گوش کردید.